یه تمرین خوب طراحی کنید. ببینید این که میگم کدش رو میتونید پیدا بکنید، یعنی برید تو گوگل هم بزنید چیه پیدا میشه، ولی میخوام ببینم کی میتونه مسئله رو حل کنه. به اسم مسئله هشت وزیره. اسم مسئله چیه؟ مسئله هشت وزیر. مسئله هشت وزیر چیه؟ یه صفحه شطرنج داریم 8x8 با 8 وزیر، میگیم اصطلاحاً اد کوین هم بهش میگن. یه وزیر چجوری دو صفحه شطرنج قرار میگیره؟ وقتی قرار میگیره سطری، ستونی، زبدری چیه؟ گارد میگیره، درسته؟ خب حالا میخوام یه برنامه بنویسیم تمام حالاتی که 8 وزیر میتونم توی صفحه شطرنج قرار بگیرن و به اون بده. 8 وزیر. ببینه تصویر منو یا نه. چجوری شماره گذاری میشه؟ آ، آ به سه، درسته؟ بله. بگو آ بالش داره ب س د ای اف آ ب س د ای اف چند تا شو؟ چی میشه بعدش؟ آ ب س د ای اف جی اچ یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. درسته؟ خب وقتی مثلا یه دونه کیو اینجا قرار میگیره، یه وزیر اینجا قرار میگیره، در از چی میشه؟ اینجا 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 سودوکو هم تقریبا با همین الگوریتم الگوکدر تقریبا تمام اینا رو گارد میگیره. خب پس من وزیر بعدی رو کجا میتونم بذارم؟ نه توی این سطر، نه توی این ستون میتونه باشه، نه توی این سطر، درسته؟ حالا میخوام فکر کنید ببینید چجوری من میتونم 8 وزیر رو روی این صفحه شطرنج چیکار بکنم؟ که هیچ کدوم اون یکی نزنه. خب چجوری حل میکنید مسئله رو؟ چجوری مسئله رو حل میکنید؟ سفره ایشی. من چه سفره ای؟ شما مثلا میتونید مسئله، اول باید مسئله رو مدل باید بکنید. مثلا چجوری مسئله رو مدل میکنی؟ میگه آقا من میدونم که تو هر سطری فقط یه وزیری هست، تو هر سطری چیه؟ فقط یه وزیره. پس من خروجی که میخوام مثلا بدم اینجوری خروجی میدم، میگم اگه این وزیر مثلا اینجا قرار گرفت، مثلا وزیری بعدی مثلا میاد اینجا قرار میگه به طور مثال، درسته؟ چجوری مدل میکنم؟ میگم یک مثلا بعدی چنده؟ سه. یک یعنی چی؟ یعنی تو سطر یکم ستون یکم. این سه یعنی چی؟ یعنی تو سطر دوم ستون چندومه؟ سومه. بعدی مثلا اینجا که نمیتونستم تو پنجمی، پنج
یعنی تو سطر سوم ستون چندومه؟ پنجومه. بعدی چی میشه؟ مثلا هفت، مثال دارم میگم، و توی سطر چهارم ستون چی میشه؟ هفتم. یعنی هشت عدد یه آرایه داره، هشت عدد داره بهت نشون میده که هر عددی توی سطر قرار گرفته، درسته؟ اون نشون دهنده ستونشه. حالا یه راه حلش اینه که فرض بکنید من اولا این هشتا وزیر توی هشتا سطح قرار میگه، تو هشتا ستون هم قرار میگه، درسته؟ یعنی هیچ وقت ستون تکراری چیه؟ ندارم. پس راه حلی که من دارم کل راه حلش چی میشه؟ میشه هشته ضرب در هفته ضرب در پنجه ضرب در چهاره ضرب در سه ضرب در دو ضرب در چی؟ یک. میشه چند حالت؟ چی؟ شیش. کی میگه نزدم؟ ناش زدم دیگه. کلا میشه 40320. چیزی نیست. نه واقعا برای کامپیوتر این عدد چیزی نیست. روش اگزاسیو سرچ چجوری عمل میکنه؟ مثلا یکی از حالتهای این میشه چی؟ میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. خب گوش کن، شما اینو میدی به یه تابعی، اون تابع میگه آقا این سلوشن هست یا نیست، درسته؟ اون چجوری چک میکنه سلوشن هست یا نه؟ مثلا نگاه میکنه این 1ه، این 2ه، آیا جهشون تو هم تقاطع داره؟ اگه تقاطع داره فقط کافیه دو تا وزیر تو گارد همدیگه باشن، چی میگه؟ میگه جواب نیست، درسته؟ فقط دوتا. بعد مثلا راه حل بعدی، این همون مسئله ایکس او بود که بهت گفتم تعداد حالتش زیاد نیست، یعنی همیشه با کامپیوتر به یا مساوی میکنه یا میبره. شما خیلی بازیگر حرفه باشه باش مساوی میکنه. خب این همونه، چون 40,000 تا برای کامپیوتر عددی نیست. ولی اگه مثلا ما یه صفحه شطرنجی داشته باشیم که مثلا شما یه دونه سرباز اینجا جابجا میکنی، اگه بخواید درخت اینو بکشی، درخت مکس مینیمون رو برای اون بخواید بکشی، یه دفعه میشه 2 به توان مثلا 64 حالت. خب 2 به توان 64 حالت. توان اینجا چیه؟ من یادم نیست. اینه میشه 1.8 ضرب 10 به توان 19. خیلی عدد بزرگیه. شما اولا اگه از 1 میلیارد 2 میلیارد بالاتر رفتی، یه تو زمان معقول نمیتونی جواب دست بیاری. یعنی دفعه دیگه مثلا 100 میلیارده، شما حساب بکن، بگو مثلا هر اپریشن رو توی مثلا 1 میکروثانیه انجام میده. هر اپریشن رو تو چقدر انجام میده؟ 1 میکروثانیه. اگه 1 میلیارد باشه میشه چقدر؟ میشه 1000 ثانیه. 1000 ثانیه تقسیم بر مثلا هر ساعت 3600 ثانیه در نظر میشه 20 ثانیه. یعنی 1 میلیارد شد، یعنی 20 دقیقه طول میکشه. حالا اگه 100 میلیارد بشه 20 باز ضرب در چند باید بکنه؟ خب طول خیلی زمان زیاده، درسته؟ میشه 100 تا 30 ساعت، میشه یه شبانه روز، درسته؟ حالا 100 میلیارد داری بشه مثلا 1000 میلیارد، یه صفر میاد جلو میشه 30 روز، درسته؟ این اصلا تازه 1000 میلیارد میشه 10 به توان 12. الان شما تو اینجا میخواید محاسبه کنید که چند روش میشه این وضعیا رو چیدش کنه؟ آره نه، همه حالت ها به این مده، فکر کنم 54 حالت یه چند چیزیه. استاد نه، مرزه که اونه هایی که وضعیا بایی نیستن هم بگه. بله دیگه، بگه دیگه، تلپاراتش هم کنه دیگه. بعد اصلا میگه آقا همه رو چاپ میکنم، میگه مثلا اینجوری چاپ میکنم، الان یه مدل چاپ کردم، دیدی؟ اینجوری چاپ، مثلا مدلش اینجوری، مثلا اینو حالا بغل هم میزنیم، مثلا میگیم 1 4 3 4 5 6 7. یعنی با هر وزیری که بذاریم یه خونه از سطح کم میشه، یه خونه از ستون، درسته؟ میشه 7 فاکتوریه. 8 فاکتوریه. نه، وزیر اول 8 فاکتوریه میتونه بشه، درسته؟ کم بین 40,000 تا چیزی نیست. نه ولی خب وزیر دومی 7 فاکتوریه میتونه بشینه. میدونم. شما اول باید بینیا کن، یه چه سختش اینه. شما باید بتونی یه سکانس وزیر بهش بدی، اون باید اینه بگه که درسته یا غلطه. اون باید اینه بهت بگه که درسته یا غلط. اول اینو می‌نویسی،
بعد سکانس ها، بعد حالا باید بتونی یه توالی سکانس درست بکنی که همه هش فاکتوریل رو برای جدا درست بکنی. یه آرایی میشه که 64 تا داشته باشه، 64 تا همه روز داشته باشه برای چی؟ صفحه شطرنج اون میشه، ولی خب خیلی سخت ها میشه مثلا. بعد خب بذاره هر وزیری که بذاره در خونه 8 تا اول 8 تا یک بذاره، دوباره 8 تا یکم نسبت به ستونش بذاره، اینجوری بررسی کنه. راحل نوریه چرا؟ نوریه به مسئله رو نیا کن، تو مسئله رو اینجوری حل نکن، مسئله رو تو تبدیل کن به مدل ریاضی. این مدلی که داره چی میکنه، تو گرافیکی داره مسئله رو حل میکنه. تو باید یه سکونس بهش بدی، باید بتونی با اندیس آیا جی کار بکنی. بگه اگه اندیس این مثلا یکه، اون چی باید باشه که اینو با هم گارد نگیره؟ ماتریسی بریم، نه هر چیز. اینو میگم تو گوگل بزنید انکو، میخواید کدشو بزنم؟ نه نه بیشتر یه دقیقه تون نمیکشه. خب انکوین بزنید براتون میاره. خب بعد این حالت های مختلفی هست، بازگشتی داره، غیر بازگشتی داره، میتونه هر بازگشتی استک کنم نه مهدی نیست. برانچ اند باند داره، یه روش هست بهش میگن روش برانچ اند باند. اینم یه مسئله خوبه، مسئله الگوریتمیه دیگه. حالا من هرچی فکر کردم از فضای نامینا پیدا کنم چیزی ذهنم قد نداره، چون یه بدا سینتکس میزید.